کارگران در جامعه جهانی جایگاه و نقشی اساسی دارند. کارگران رکن اساسی سازندگی در کشورهای صنعتی هستند و در همه کشورهای جهان. جوامع انسانی مدیون تلاش و زحمت کارگران بوده و هست و خواهد بود. کارگران در جوامع آزاد، در کشورهای آزاد جایگاهی ویژه و بلند دارند. کارگران به عنوان رکن اساسی جوامع آزاد از مزایای کار خیش بهره‌مندند. زندگی شایسته و درخوری دارند. از کار آنان میلیون ها بهره‌مند می شوند. پیشرفت های صنعتی و زمینه های دیگر همه مدیون کارگران است. کار کارگران، تلاش کارگران. رکن دیگر نیز در جوامع آزاد و در همه جوامع معلمانند. در جوامع آزاد، کشورهای آزاد، معلمان نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. آینده، اکنون آینده همه جوامع آزاد به معلمان و تلاشانان وابسته است. در حکومت‌های نظیر حکومت ایران، کارگران و معلمان چه جایگاهی دارند؟ زندگی آنان چگونه است؟ سفره آنان چه رنگی دارد؟ در جمهوری اسلامی حکومت فقیه کارگران بسیاری به زندان رفتند و معلمان بسیاری نیز. کارگرانی در زیر شکنجه و در زندانهای فقیه کشته شدند. افشین اوسانلو، ستار بهشتی و کارگران دیگر، معلمان دیگری نیز، معلمان نیز در زندانهای جمهوری اسلامی فراوانند. رنج و درد بسیار دارند کارگران و معلمان ایران. در روز جهانی کارگر و روز معلم تبریک میگوییم. خجسته باد این روز بر کارگران و معلمان ایران، علی‌رغم همه رنج ها و مشکلاتی که دارند. جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا در لندن. در نیمه نخست برنامه آقای منصور اوسانلوی عزیز، فعال کارگری و سندیکایی از نیوجرسی، با من و شما خواهند بود. منصور اوسانلو، کارگر ایرانی که زخم‌های شلاق حکومت فقیه را همچنان بر تن خیش دارد، با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. منصور اوسانلوی گرامی، جناب اوسانلوی عزیز، با خجسته باد روز جهانی کارگر به شما
و همه کارگران ایران. از طرف خودم، گروه تفسیر خبر و کارکنان و همکارانم در ایران فردا، خجسته باد بر شما و سلام. درود بر شما، سپاسگزار از این محبت شما و با آرزوی تلاشی که همه ما داریم، به خصوص در این روزهای پر از میتونم بگم مبارزه، خیزش و حضور کارگران، معلمان، پرستاران، زندانیان سیاسی و خانواده اونها و همه کسانی که برای ایرانی آباد و آزاد تلاش میکنن و ملاک انسانیت و ملاک یک زندگی شایسته و دموکراتیک برای اونها ملاک اصلی زندگی است در میهن ما که از قدیمی ترین کشورها و تمدنهای دنیاست و حتما حق مردم ماست که در شرایطی بسیار بهتر از شرایط امروز زندگی بکنن، که کماکان این تلاش ها و مبارزاتی که در میهن ادامه دارد و به خصوص با همکاری امثال شما عزیزان و تلویزیون های آزاد و مستقل دیگه که صدای مردم ایران رو گسترده تر، به خصوص کارزار و مبارزات مزدبگیران ایران در طی دو سه ماه اخیر رو با صدای بلندتری به گوش هم میهنان و جهانیان رسونده ایم، میبینیم که بازتابش هم وسیع تر شده و امروز در آستانه اول ماه می، روز جهانی کارگر و 11 اردیبهشت، که در ایران از 3 روز پیش خیزش ها، جنبش ها، حضور ها، مبارزات شروع شده و به شکل یک هفته اعتراضی در اومده، در خدمت شما هستم. منظور خانم، عصر داره، عصر تکنولوژی، به سرعت همه چیز داره به سمت به اصطلاح تکنولوژی، بهرمندی از تکنولوژی در زمینه های مختلف پیش میره، اما علی رغم این موضوع از نقش کارگران در سازندگی در کشورهای مختلف در آمریکا، در اروپا کاسته نشد، همچنان جایگاه و نقششون هست. این یک موضوع. اما پیش از هر چیزی من میخواستم از شما بپرسم، خبر شادی در روز جهانی کارگر برای ما چه دارید؟ جز اینکه خب بازداشت ها رو خبرهاشو داریم، آیا خبر شادی هست؟ به نظر من خبر شاد اونجایی است که کارگران یا معلمان، مردم کم کم این ترس و یأس رو دارن کنار میریزن و می ایستن برای رسیدن به خواسته ها و مطالبات و اگر بشه در ابعاد وسیع و بزرگتر در آینده تغییر اساسی ساختار و ساختارها. که یکی از این خبرهای شاد اینه که علارغم دستگیری ابراهیم مددی و داوود رضوی در رابطه با سندیکای کارگران شرکت واحد، ما دیدیم که بدنه سندیکا و کارگران به اصطلاح با تکیه بر فرد و افراد حرکت نمیکنه و همینطوری که خود من باید به زندان رفتم یا به اینجا آمدم، مبارزه کماکان ادامه پیدا کرد. بدنه سندیکا باز هم به مبارزاتش ادامه داده و همین دیروز دوباره رفتن به میدان آزادی سندیکالیسا و در کنار رانندگان و صدها زحمتکش شرکت واحد و مردمی که اونجا رهگذر بودن، جشن اول ماه می رو گرفتن و به توزیع شیرینی پرداختن و قطعنامه‌ای رو که سندیکا منتشر کرده بود در رابطه با دفاع از حقوق مردم، دفاع از حقوق کارگران، مسائلی که بهش توجه داشتن از جمله معیشت شرافتمندانه و افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر، امنیت شغلی و قراردادهای کار، تقویت تعاونی مسکن و به دست گرفتن مدیریت این نهادهای مثل سندیکاها و تعاونی‌های مسکن، تعاونی‌های مصرف به دست خود کارگرها از طریق برگزاری مجامع عمومی و به استقبال اون که مجمع عمومی سندیکا شرکت واحد رو هم بتونن دوستان بگذارن، دستاوردهای زیادی داشت که با تشویق و کف زدن‌ها و حمایت‌های گسترده کارگران روبرو شد، که این برای من خودش یک خبر شاد است که حاکی از ادامه مبارزه است برخلاف دستگیری ها و ایجاد ترسویی هستی که حکومت میخواد ناامید کنه، موفق نشد. همچنین اخبار دیگه در این زمینه هست، اگر فرصت باشه حتما من براتون ادامه بدم.
به نظر میرسه اخباری که هست، به نظر میرسه به خصوص امسال به نحوی روز جهانی کارگر همچنین روز معلم هم در عرصه واقعیت‌های جاری در ایران شده و در واقع هر دو سنت در کنار هم هستند در چنین روزی. تا چه اندازه برداشت من یا نگاه من به صحنه اوضاع در ایران در این زمینه درسته؟ خیلی نظر درستی است. اخبار و اطلاعاتی هم که میاد دلالت بر همین داره. برای نمونه جمع آوری 9000 امضای معلمان کردستان در رابطه با همین درخواستای مشترک با کارگران به لحاظ امنیت شغلی و افزایش دستمزدها و استقلال اتحادیه‌ها و سندیکاها و درخواست آزادی بیان و مطبوعات و تشکل و تجمع و جل آزادی همه زندانیان کارگری سیاسی و امثال اونها که این به اصطلاح بیانیه 9000 امضای این بار در کنار خودش حمایت اتحادیه کارگران نونوای سقز و سنندج رو داشت، اتحادیه‌های کارگری همچنین مریوان، مهاباد، سرقز و سنندج به معلمان پیوستن، جلسه مشترکی گذاشتن و بیانیه مشترکی صادر کردن که در اون بیانیه مشترک تمام مسائلی که مطرح شده بود در رابطه با همین حق و حقوق مشترک و تشمیل به مبارزه و به میدان آمدن و ایستادن در کنار هم دیگر بود که منجر به دستگیری آقای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی شده که تا این لحظه من هنوز از آزادی اونها خبری ندارم. علاوه بر اون به اصطلاح درخواست تجمعاتی که از سوی معلمان حالا داده شده علاوه بر کارگرها که همین امروز جلوی وزارت کار بسیاری از کارگران کارخانجات رفتن، مثل کارگران کارخانجات قند ورامین که دچار بیکاری و مشکل شدن، همچنین کارگران ایران تایر، کیان تایر و بسیاری از کارگرانی که در صنوف و صنایع فلزی در اطراف تهران، جاده صابه و کرج کار میکردن که البته با مقاومت نیروهای مدنی و پلیس روبرو شد و همچنین در شهرستان‌های مختلف که بسیاری از کارگران شیرازی رفتن جلوی استانداری در روز پنجشنبه، یعنی همین امروز که ما صحبت می‌کنیم، و از شهرها و کارخانه‌های مختلف شیراز اومدن جلوی استانداری و در اونجا هم میتینگ دادن، هم درخواست‌ها و مطالباتشون رو مطرح کردن و هم اعلام کردن که ما در کنار دیگر کارگران و معلمان و زحمتکشان کشور هستیم و برای حقوق حقه خود مبارزه خواهیم کرد و این روز کارگر سمبولی است که ما از اون استفاده می‌کنیم برای ادامه حضورها و مبارزات خودمون که حالا داره عکس‌های این تجمعات و فیلم‌هاش هم میاد. علاوه بر اون در درون زندان مراسم باشکوهی گرفتن زندانی‌های سیاسی ما در زندان رجای شهر که فیلم و عکسش هم فرستادن که من امیدوارم تا 2-3 ساعت دیگه بتونیم همه این فیلم‌ها و عکس‌ها رو در همه سایت‌ها منتشر کنیم و برای شما تلویزیون‌هایی که استقلال دارید و از حقوق کارگران مردم ایران دفاع می‌کنید هم بفرستیم که شما بتونید برای همه مردم ایران اینها رو هر چه زودتر نشون بدید. من اسم بعضی از این کارخونه‌هایی که به اصطلاح از شرکت‌های مختلف بیانیه رو داده بودم و حمایت خودشون رو با برگزاری مستقل این روز هم در شیراز و هم در تهران اعلام کرده بودن، چند تاشم براتون با سرعت میگم و بعد منتظرم شما از من سوال بکنید. که جمعی از کارگران کارخانه فولاد نقش آسیا، کارگران شرکت خوز آسیا، کارگران شرکت صنعت رایا، کارگران شرکت شادگانی، کارگران شرکت اهواز صنعت و در شهرهای دیگر کارخانه کاشی ایرانا، کارگران کارخانه صندوق نسوز کاوه، کارگران کارخانه پارس متال، کارگران کارخانه کفش بلا، کارگران کارخانه مینو، کارگران پاکدشت، کارگران کارخانه ویتانا، کارخانه لاستیک سازی کیان تایر، ایران تایر، نساجی بروجر و جمعی از کارگران روغن موتور ایران و قبل از اونم که کارگران فارسیت درود و
پتروشیمی تبریز، تراکتورسازی، میانرو زنجان و فولاد اردبیل و ده ها کارخونه دیگر با تجمعات، حضورها، اعتصابات خودشون حتی پیش از همین روزهای اعلام شده به استقبال اول ماه می مبارزاتی و دفاع از حق و حقوق خودشون به اصطلاح حرکت کردند که تونستن جنبش دانشجویی، جنبش خانواده های مادران پارک لاله، خانواده های زندانیان سیاسی رو هم در کنار خودشون داشته باشن و به جرئت میتونم بگم امسال اول ماه می بسیار متفاوت است، چرا که معلمان هم برای 11 اردیبهشت، هم 12 اردیبهشت و هم 17 اردیبهشت که روز سراسری تجمعات اعلام شده از سوی شورای صنفی سراسری، همه به این مبارزه پیوستن، حتی بسیاری از دانشجویان در دانشگاه های مختلف. خب عکسی رو ما دیدیم روی صفحه تلویزیون چند دقیقه پیش که نشون دهنده همین اتحاد، همین همراهی، همین همبستگی، همین همدلی، همین همدردی و همین همرنجی و همه این هاست. معلمین و کارگران در کنار هم. شارخ زمانی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری، دو معلم زندانی و یک کارگر زندانی، مثل بسیاری دیگه که در زندان هستن، کارگران و معلمان. منصور خان، یک سوالی من دارم، شاید این پرسش من بیشتر از آقای خامنه ای باشه، رهبر جمهوری اسلامی و بقیه مسئولان. از این بگذاریم که رئیس جمهور، وزیر کار، رهبر جمهوری اسلامی و بقیه مسئولان همه میان و گزارش میدن، حتی آقای خامنه ای دیگه بالاترین مرجع قدرت در جمهوری اسلام میاد و میگه بله بیکاری چیز خوبی نیست، فساد چیز بدی است، کارگران باید راضی باشن، این باشد آن باشد، مسئولان باید این کارا رو بکنن. پرسش اساسی این نیست، ولی این پرسش کوچک اول اینه که اولا چه کسانی مسئولان؟ خود آقای خامنه‌ای که بالاترین مسئول هست در این نظام. یک. دو، بارها آقای آیت الله خامنه ای، آقای خامنه ای و بقیه روحانیون بر منبر این روایت رو گفتن با همه این مخالفتی که دارن با سه تن دیگه از خلفای صدر اسلام، که در منبری که عمر بر منبر بود، در محضری که عمر ابن خطاب خلیفه مسلمانان با همه قدرتی که در اون زمان داشت بر منبر بود، سخنی گفت و کسی که یکی از کسانی که پای منبر بود، کارگران نخلستان بود، جایی بلند شد و عمر گفتش که من به راه راست خواهم رفت، و بلند شد و گفت اگر به راه راست نریم ما با این شمشیرمون شما رو به راه راست هدایت. حالا این روایت درست هست نیست، اون یه بحث دیگه است. حرف من این هست که آقای خامنه‌ای به جای این صحبت ها چرا یک بار همین آقایون، دوستان، خانوم ها، معلمان گرامی، همین انسان هایی که شارخ زمانی، آقای بداغی، آقای قنبری، آقای مددی و بقیه رو نمیاد بشینه پای صحبت هاشون بگه شما چه خواسته هایی دارید، چی میخواین، حرف حسابتون چی هست، مطالباتتون چی هست؟ چرا این کار نمی کنن؟ چرا؟ واقعا چه مشکلی هست که این کار رو نمی کنن؟ اگر واقعا میخوان به درد کارگر برسن، به درد معلم برسن، از این ساده تر که نمیشه که، چرا نمی کنن؟ نمیخوان به دردشون برسن؟ بفهم. به نظر میرسه با توجه به اینکه خودشون دستی در کار کارگری و نون با زحمت در آوردن ندارن، این تعاریف و قصه ها بیشتر افسانه هایی است که برای سرگرم کردن و فریب دادن مردم بیان می کنند. و الا خود من موقعی که در داخل بودیم و دو دوستان تلاش می کردیم در جلسات سندیکایی، خوب دعوت می کردیم همه تیپ های مختلف کارگری در سندیکای ما می آمدن، هم در سندیکای شرکت واحد که در به اصطلاح ساختمون همون سندیکای کارگران نونوا در میدون حسن آباد بود، هم از جاهای دیگه که من گفته بودم خب بذارید اجازه همه بیان، و از کارگران سنو و شهرستان ها جاهای دیگه می آمدن، و اتفاقا بعضی از اونها خب یه مقداری تمایلات اون زمان سال 84
که دیگه دامنه فعالیت های سندیکا خیلی گسترده شده و صدها نفر در جلسات کنفرانس هفتگی می اومدن شرکت می کردن، تیپ های مختلف بودن و بعضی اتفاقا مثلا بودن خب آقا مثلا ما که حرفامون حرف های حق این دولت هم که مدعی این کار خود جمهوری اسلامی هم که میگه من جمهوری مستضعفان هم، گفتیم خب عیبی نداره ما نامه ها رو می نویسیم بدیم به شماهایی که قبول دارید اینها مدافع مردم و این مسائل هم بدید به اونا تا اونا بالاخره برای شما یه جور رسیدگی کنن. و اینا بردن نامه ها رو به دفاتر پارتی بازی آشنا تو دولت و حکومت، هر جایی که به سال نیرو و عواملی داشتن که میتونستن نامه رسانی کنن اقدام کردن ولی نتونستن و هیچ پاسخی نگرفتن و خود اونها هم بعدا متوجه شدن که راهی غیر از این نیست که به جنبش کارگری باید پیوست و سندیکا و نهادها رو باید تقویت کرد و اون وقت در کنار همدیگه میتونیم وادار کنیم به امثال ولایت فقیه و دیگران رو به پاسخگویی. ولی اونا حتی جواب همون کارگرانی که از خانواده شهید سهمیه بودن، خودشون جانباز بودن، رابطه داشتن مثلا با بعضی از کسایی که میتونستن نامه اینا رو به دفتر رهبری یا به دفتر سپاه یا جایی که فکر میکردن میتونن از حقوق کارگر رو دفاع کنن برسونن و نتیجه نگرفتن و این باعث روشنایی و آشنایی ذهن اونها با حقایقی شد که اون عوام فریبی های نظام ولایت فقیه به تدریج جلوی چشمشون ریخت. و همین الان هم در بین معلمان خوشبختانه هزاران هزار نفر داره این به اصطلاح نقاب های دروغینی که جلو چشمشون زده بودن فرو میریزه، چرا که میدونید در ایران معلم ها رو از کانال های بسیار پیچیده ای گزینش میکردن، یعنی هم سهمیه ای باشن، هم سیاسی ایدولوژی اسلامی رو خوب بدونن، هم تعهد به حکومت داشته باشن، هم حکومت رو باور داشته باشن، اصل ولایت فقیه رو عامل تکلیف به اون باشن، یعنی از سپاه هم بیشتر سختگیری میکنن تا یک نفر رو بفرستن برای معلمی، چون میگن این میره با بچه ها و آینده کار داره. حتما بایستی همین چیزهایی که حکومت تبلیغ میکنه در کتابهاش در دروسش ارائه میده به بچه ها بدن، که حالا همون معلم هایی که از همه این فیلترها رد شدن این حقایق براشون روشن شده که این دزدی های میلیاردی، این چپاول سرمایه ملی که خود وزیر کشور آقای روحانی الان پرونده های 3000 میلیاردی 20000 میلیاردی پرونده هایی که 20 میلیارد دلار در رفته طرف از زیر مالیات، 2800 تا شرکت به نام یه آدرس در جزیره کیش یا قشم به ثبت رسوندن و صدها هزار میلیارد تومان طی این سالها خوردن و به هیچ کس هم حساب پس ندادن، مالیاتی ندادن و با همون پولا رأی خریدن، دفتر انتخاباتی درست کردن و تو مجلس و جاهای دیگه کرسی و برای خودشون جایگاه به وجود آوردن. حالا همه این پردا داره یکی یکی از جلوی چشم معلم ها، کارگر ها، زحمتکشان و بخشی از بدنه صادق خود این حکومت که آدم عادی هستن، مثلا تو همون سپاه و بسیج و نیروی انتظامی از درجه سرهنگ به پایین، سرگرد به پایین، سروان و افراد معمولی تری هستن که خودشون هم در این فقر و فلاکت و گرونی و فسادی که حکومت به وجود آورده و قارتی که داره میکنه چشم و گوششون داره بازتر هر روز میشه و به تدریج من امیدوارم که این بخش از بدنه نیروهای نظامی و انتظامی هم که خودشون جزو دربندان و حقوق بگیرانی هستن که دستشون به ثروت‌های آنچنانی نرسیده و آلوده نیستن، در کنار جنبش زحمتکشان و حقوق بگیران، معلمان، کارگران، پرستاران قرار بگیرن و این حرکت تبدیل به همبستگی ملی در برابر فساد حاکم، قارت سرمایه های حاکم، قارت صندوق تامین اجتماعی که توسط مرتضوی و یاران شده و یه دادگاه دروغین هم دوباره دو سه روز پیش گذاشتن، هم در رابطه با تامین اجتماعی هم در رابطه با کهریزک و جنایت ها و کشتارهایی که اونجا کردن. و هر چه جلوتر بریم آرزومندیم که این روشنگری ها، این اطلاع رسانی ها و این پیوستگی ها و همبستگی ها در مقابل این سیستمی که دروغ میگم توی که در سوال شما کاملا مستطر هست که بجز دروغ چیزی نیست، اگر سر سوزنی راست میگفتن نسبت به این مسائل، کشور ما به این روزی که الان افتاده نباید میافتاد و امثال من و شما برای دفاع از حقوق خودمون
و مردممون در این جایی که هستیم نباید می بودیم و همونجا باید می موندیم و می تونستیم حق رو بگیم و از حقیقت دفاع کنیم و مسئولین رو با شمشیر زبان و کلام وادار به اجرای قوانین و حقوق مردم بکنیم. خب ببینید، من کارشناس تاریخ اسلام نیستم، اما خیلی چیزا مثل بسیاری دیگه می دونم. از جمله این روایت رو باز بر منبر روحانیت شیعه جمله آقای خامنه‌ای بارها گفته که امام اول شیعیان شبها میرفت در خونه مردم، یتیمان، کسانی که وضعیت نداشتن، با لباس مبدل غذا میداد، رسیدگی میکرد. چه کسی در جمهوری اسلامی مسئول این هست؟ کارگری که میاد در یک کارخونه تولیدی چند ماه کار کرده یا چند سال کار کرده، ماهای آخر 5-6 ماه حقوق نگرفته در نبرد اهواز، یا کارگری که بیکار میشه حقوقش 4-5 ماه پرداخت نشده، بعدن اخراجم میشه، صاحب کارم کارخونه رو میبنده میره، دستی هم در حکومت داره، کی مسئول وضعیت سفره و کفش و لباس بچه های اون کارگر هست؟ با فرهنگی هم که ما داریم، پدر خانواده، ناناور خانواده و مادری که زحمت میکشه، زنان کارگر ایرانی کم نیستن که علاوه بر زن بودن که ظلم بسیار برشون رفته، به عنوان یک کارگر هم بسیار بهشون ظلم میره. زنان بسیاری که ناناور، بانوان گرانقدری که ناناور خانواده هستن، کی مسئوله؟ پس آقای خامنه ای میگه مسئولان باید رسیدگی کنن، واقعا کارم از گریه گذشته است بدان میخندم. این پرسش هست، کی مسئوله؟ مگه نه اینکه قرار بوده امام اول شیعیان با این روایتی که اشاره کردم الگویی باشه دست کم برای رهبر جمهوری اسلامی؟ این نشون میده که واقعیت موجود این مسئولیت ها رو نمیپذیرن آقایون و فقط حرف میزنن و فقط طی همین سالها واقعیت نشون داد که بجز دروغ و فریبکاری اینها نبود. به همین دلیل ما این همه اختلاف وحشتناک طبقاتی، اختلاف وحشتناک زندگی داریم که کارگران کیسون اهواز در مترو کار میکنن، یا کارگران ساختمانی، کارگران نساجی ها، کارگران حتی پتروشیمی ها در اصلویه بارها اعتصاب کردن، همین الان در فازهای 1 تا 10 اعتصاب و اعتراض ادامه داره و کارخونجات مختلف که بهتون گفتم، و معلم های ایرانی که در سطح کشور به حرکت در اومدن و در 11 اردیبهشت در پارک پردیسان در شمال تهران جمع میشن از استانهای البرز و تهران و شهرستانهاش، 12 اردیبهشت به ابن بابویه در شهرری خواهند رفت بر سر مزار دکتر خان علی معلم شهید در دهه 40 و سال 1340 در جلوی مجلس که با گلوله که رئیس کلانتری 9 متاسفانه به سر ایشون شلیک از شهید شدن و روز معلم از اون روز هست 12 اردیبهشت و ربطی به آقای مطهری نداره و اینها حالا داره یکی یکی توسط معلمان و سندیکالیست ها پیدا میشه و معرفی میشه. همچنین برای 17 اردیبهشت که بزرگترین تظاهرات و تجمعات سراسری و در تمام کشور از سوی شوراهای صنفی و انجمنهای صنفی و کانونهای صنفی سراسر کشور خواستن که جلوی مجلس بیایند در تهران و در شهرستان هم جلوی ادارات کار و آموزش و پرورش و اگر نشد جلوی فرمانداری ها و استانداری ها. به هر حال چون مردم دیگر امیدی به این دروغگوها ندارن، میبینیم که در سطح 70 شهرستان و 30 استان 27 فروردین اعتراضات شکل گرفت و همکنونم که با پیوستن کارگرها و معلمان و به خصوص دانش آموزانی که اعلام کردن ما هم به معلمانمون خواهیم پیوست و در پارک پردیسان برای معلمانمون گل خواهیم برد و جنبش معلمی و دانش آموزی و کارگری جدا از هم نیست، چرا که معلم ها آموزش اصلی رو بایستی به دانش آموزا در میدان کارزار، آزادی خواهی، حق طلبی و تمرین دموکراسی بدن
در مقابل درسای دروغ و کتابای دروغ و تحریفی که در تمام کتب جمهوری اسلامی به خصوص در علوم انسانی شده و این میتونه سرآغاز یک جنبش بزرگتر باشه که دانش آموزان هم در کنار معلما قرار بگیرن و دانش آموزا بخوان که پدر و مادراشون بیان با معلما همراهی کنن، چرا که پدر و مادر دانش آموزان یا کارگرن یا معلمن یا پرستارن یا کاسب خورده پا یا راننده تاکسی هن یا راننده اتوبوسن، به هر حال همه جزء بدنه زحمتکش جامعه هن که میتونن از طریق انجمن اولیا و مربیان این پیوندها بین معلم ها و پدر و مادر بچه ها که بقیه زحمتکش ها هستن با حضور خود دانش آموزا تقویت بشه و آموزش واقعی و پرورش واقعی رو دانش آموزا در این میدان ها در کنار آموزگاران خودشون و پدر و مادران خودشون در این حضورها ببینن، که امیدواریم که در این 11 اردیبهشت که دانش آموزا بیانیه دادن ما گلهای خودمون رو به معلمامون در پارک پردیسان خواهیم داد، شروعی باشه در این اعتراضات که دانش آموزا هم در کنار معلماشون حضور پیدا بکنن. منظور خان خیلی کوتاه بفرمایید، تصویری کنار شما میبینم تصویر افشین هست نیست؟ بله بله، یک کتاب است از خاطرات زندان ایشون که در حال انتشار است، این مربوط به یکی از فصول اون کتاب است، از من تا کجا، کارگری که در زندان فقیه به قید رسید. سپاسگزار هستیم جناب منصور حسانلوی گرامی و خجسته‌باد دیگر به شما و همه کارگران ایران و معلمان و تجدید این آرزو که زندگی شایسته خودشون رو با بهره‌مندی از امکانات کشورشون به استناد زحمتی که میکشن داشته باشن و فرزندان و خانواده هاشون، کارگران زن و مرد ایران، معلمان زن و مرد ایران. سپاسی دوباره از شما. من هم سپاسگزارم و امیدوارم در هفته آینده با این اتفاقاتی که در پیش رو هست با دست پر و گامهایی به جلو در خدمت هممیهنانمون باشیم. خداحافظ شما. خدا نگهدار و با آرزوی موفقیت برای تلاش‌های شما که من میدونم آقای حسانلو شاهد هستم حداقل 16 ساعت در شبانه روز هر روز هفته مشغول کار و تلاش است. سپاس داریم. پی میگیریم تفسیر خبر رو. در ادامه برنامه خانم پروانه قاسمی با من و شما هستند، سخنگوی انجمن معلمان، کانون معلمان در خارج از ایران. از معلمان ایران میگویند و از تجمعات آنان و خواستای آنان، از معلمانی نیز که در زندانهای حکومت ایران به سر میبرند. تا لحظات دیگر. در ادامه تفسیر خبر با من و شما هستند خانم پروانه قاسمی، سخنگوی کانون معلمان در تبعید در آلمان هستند. خانم قاسمی دومین بار هست که در این برنامه با من و شما هستند. سلام به شما خانم قاسمی گرامی. سلام میکنم منم به شما و بینندگانتون. خانم قاسمی گرامی، پرسش من در چنین روزی مثل بقیه روزهاست از بابت معلمان گرامی. من در نیمه اول اشاره کردم که معلمان در تمام جوامع از ارکان اساسی جامعه هستند، سازندگی جامعه گفتن نداره. بینندگان گرامی ما میدونن بهتر از من که چه نقشی دارن معلمان. یک تفاوت اساسی اما هست، در کشورهای آزاد معلمان قدر شایسته خودشونو تو اندازه بسیار زیادی پیدا میکنن، به قول نثر قدیم بر صدر مینشینند و در صدر.
اما در کشورهایی مثل ایران از شما میشنویم آخرین خبرهای مربوط به تجمع معلمان عزیز رو، آیا گامی حکومت در راه تأمین خواسته های معلمان برداشته یا شما بفرمایید؟ در واقع در چند روز گذشته هم سر این مسئله صحبت کردیم، ولی جدیدترین اخبار رو من میخوام بدم. نه، رژیم هیچ گامی بر نداشته و دستگیری ها، تهدید و بسته شدن سایت های معلمان و اینا همش در برنامه رژیم بوده. در واقع ما دفعه قبلا براتون صحبت کردم، دستگیری در نزدیک شدن به روز کارگر و روز معلم که در واقع فردا و پس فردا هست، معلم ها رو به عناوین مختلف تهدید کردن و دستگیر کردن. خیلی سریع بگم، دستگیری آقای بوداغیه که عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بود و دبیر کل سازمان معلمان علی رضا هاشمی سنجابی، و یه چیز جدیدتری که شده در واقع آقای معلمه که در زندان بودن و حکم اعدام دارن، آقای ارژنگ داوودی، ایشونو تهدید کردن که حتی حکم دوم، یعنی دومین اعدام رو بهشون خواهند داد. حالا دیگه چی میشه معنی کردن نمیتونم. بعد در واقع من میتونم اسم معلمانی که در زندان هستن اگه بفرمایید. ممنون میشم. بله بله حتما بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون میشم. اسامی معلمانی که در زندان، معلمانی که یه عدهشونو که من لیست دارم براتون میخونم، معلمان زندانی داریم، آقای ارژنگ داوودی هستن که حکم اعدام دارن ایشون، که گفتم تهدیدشون هم کردن، گفتن اعدام دوم خواهیم داد به. آقای رسول بوداغی هستن، نوشین خادم هستن، عبدالله مومنی، محمود بادوام، محمد داوری، وحید محمودی، علی پور سلیمان، فرهاد صدقی، ریاض سپانی، رامین زیبایی، که البته یه عده از اینا معلمان دانشگاه بهایی ها هستن و برخی از اینا بعضیشون توی مرخصی هستن، ولی در واقع همشون حکم زندان دارن. حالا این در واقع بخشی از این بود. ما الان با نزدیک شدن به روز 11 و 12 اردیبهشت که میدونی 11 روز کارگری که معلم ها قراره 12. یک در واقع پیاده روی داشته باشن فردا صبح ساعت 9، براتون میگم اطلاعیه که دادن. در واقع چیز جدیدی که بوده، دانش آموزا در واقع حمایت کردن، اطلاعیه دادن و گفتن ما با خانواده هامون، با یک شاخ گل، با والدینمون، همه به این پیاده روی خواهیم اومد و از معلمامون حمایت خواهیم کرد. بله اشاره کردند. خب معلمان در زندان هستند، معلمان مدارس بهایی، دانشگاه‌های به اصطلاح غیر به اصطلاح علنیش، نمیدونم، دانشگاه‌های نمیخوام بگم غیر مجاز، غیر مجاز از نظر حکومت ایران، به هر حال بهایان ایران، ایرانیان بهایی تشکیل دادن که باز اون رو هم گرفتن. و این مسئله قابل تأملیه که در قرن 21 گروهی به خاطر اعتقادات مذهبیشون حق تحصیل ندارن. این حالا اعتقادات فکریشون، مذهبیشون، هر چی که هست، یعنی میان یک رهبر مذهبی، یک حکومت دینی که ظاهرا مدعی نمایندگی خداوند بر زمین هست، اولیه ترین حقوق رو که خداوند با تعاریف مختلف ادیان مختلف یا تعاریف واحد جز حقوق اولیه هست، این حقی رو که خداوند داده، رهبران مذهبی ایران حکومتی نقض میکنه. حق نداری بچه درس بخونی، علم بیاموزی، چون اعتقادات مذهبیت اینه. تصویری نشونده. بعد بفهمید این واقعا دردناکه. حالا دقیقا یکی از خواسته های معلمان همینه که در واقع فرق گذاشته نشه، در واقع به همه به یکسان
در واقع تدریس بشه، یکی به خاطر مذهبش، یکی به خاطر حالا فقرش یا چیزای دیگه. مثلا ما افغانیایی رو داریم در ایران که اینا رو بهشون اجازه درس خوندن نمیدن و اینا. معلم‌ها یکی از خواستاشون اینه که در واقع این تبعیض ها برداشته بشه. تبعیض وقتی میگه معلم، نگاه کنین تو خیلی شعاراشون این بود که تبعیض ها رو می‌خوایم برداریم. یک تبعیض در رابطه با در واقع خواستای خودشون بود که این رتبه های حقوقیشون تبعیض قائل میشه رژیم با سایر کارمندان. تبعیض دیگه در رابطه با همین دانش آموزان هست. معلم میخواد که در واقع به همه به یکسان رسیده بشه، خصوصی سازی نکنن که یک عده فقیر نتونن درس بخونن، یک عده به خاطر بهایی بودن دین دیگه ای داشتن، یا یک عده به خاطر، ما میدونیم که در کشور ایران الان افغانی ها همسایگان ما خیلی در ایران هستن، ولی مثلا با یک خانم ایرانی ازدواج کردن ولی بچه هاشون شناسنامه ندارن و اجازه درس خوندن ندارن. خیلی از این مشکل ها هست که معلم ها در واقع برای این تبعیض ها همیشه مبارزه کردن و همیشه خواستن این تبعیض ها برداشته بشه. ببینین، به تازگی دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران گفته که مثلا تبعیض این در رابطه با کارگرانه که 70% کارگرای ایران زیر خط فقر زندگی میکنن. معلم ها حقوقشون 1 میلیون تا 1.4 میلیون، خود رژیم اعلام کرده خط فقر از 3 میلیونه. این تبعیض دیگه، یعنی نگاه کنید تبعیض در جامعه به چه صورت میره. و عدالت برای دزدان حکومتی عدالت هست. مثلا دومی، من خبر آخری که داشتیم، دومی مرخصی آقای محمد رضا رحیمی که 2 ماه حبس گرفته، از 2 ماه 2 بار تا حالا مرخصی اومده. این آقا معاون اول دولت سابق بوده، با وجودی که کارهای فسادهای کلونی کرده، امتیازات اینا در واقع امتیازاتی که دولت به خودی و غیر خودی میده، میدونی این چندین بار به مرخصی اومده، در صورتی که ما میدونیم معلم ها کارگرای ما در زندان بهشون مرخصی که نمیدن هیچی، مریض هستن به دکتر به موقع مراجعه نمیبرنشون برای معالجه و اینا. همه اینا، اینها تبعیض هایی هست که در این جامعه هست. یکی از مال بفهم بفرمایشون. ببینید تصویر رو من دیدم از ارژنگ، ارژنگ داوودی در کوشه نشسته، واقعا من نمیدونم چه باید گفت. یک معلم نازنین مثل بقیه معلمان نازنین در ایران در گوشه زندان، به زندان فرستادن، سالهاست در زندان معلم ایران. بعد مرتب به قول کوچه و خیابان در حال این حکومت که مدعی حکومت الله بر زمین هست، این تصویر ارژنگ عزیز هست میبینید، مرتب به سور زدن به معلم زندانی، اینم بساطیش که در زندان، مرتب حکم اعدام، زندانهای بیشتر، یکی این و یکی تبعیض. شما اشاره کردین خانم قاسمی، ببینید حکومت ایران یکی از مشکلاتی که داره در بلندگوهای تبلیغاتی خودش صحبت از وحدت جهان اسلام و اینکه خواستار وحدت مسلمانان جهان میزنه و رهبری این وحدت رو که مدعی هست، اما در خود ایران چون این وحدتی گامی در مسیرش برداشته نمیشه. یعنی مثلا اهل سنت ایران که بیش از 20 میلیون هستن، اینها حتی این مسجد در پایتخت خودشون ندارن. تبعیض دیگه ای که شما اشاره کردین، من ببخشید، ما برنامه معلمان و کارگران هست، اما هم کودکانی که به مدرسه نمیرن، بالای 2 میلیون هست آمار رسمی که وجود داره، چه حکومت ایران چه سازمان ملل، چون این آماری در ایران، بسیاری از اینا در خیابونها کار میکنن، در خیابونها میخوابن. این منظره رو شما تجسم کنید. دیروزم من گفتم در هر تصادفی کسی کشته بشه ناراحت کننده است. نوه یک بابایی هم ربطی به پدر بزرگ نداره. نوه آقای ربانی املشی با سرعت 200 کیلومتر شب در خیابونهای ویراج میرن که همین بچه ها شبا اونجا میخوابن، بچه هایی که نتونستن راه پیدا کنن به خیابونها.
بعد آقای خامنه ای روز گذشته آمده و میگه که آقا باید مسائل کارگران معلمان اینا حل بشه. چرا راستی این فرصت من از آقای اوسانلو هم داشتم، از شما هم اینطور، چرا آقای رسول بداغی و بقیه رو، آقای قنبری و بقیه رو صدا نمی کنن؟ یا آقای ارچنگ داوودی رو بیارن، ایشون که مثل خلفای راشدین نیستن که برن بین مردم و سرزده و اینا، بیارن در محضر خودشون بشینن بگن آقا شما چی میخواین معلمان ایران، چرا این کار نمی کنن اگه راست میگن؟ ببینیم، به بچه هایی که مدرسه نمیرن اشاره کردین، ما کودکان خیابانی داریم در ایران، میدونین که بسیار زیادن، در کارتون ها میخوابن، کنار خیابون ها میخوابن، اینا از حق درس خوندن و اینها که محروم هستن، هیچ در واقع جا و مکانی حتی برای زندگی ندارن. این در تبعیض در جامعه است. به قول شما همین کسی که الان عنوان کردیم با پخشش تصادف کرده فلان، اینا فرزندان اینا اینجور و فرزندان ما به این صورت. وضعیت وضعیتی که یعنی تبعیض خیلی زیادی هست و معلمان چرا نمیاد؟ ببینین برعکس، عوض اینکه بیان با معلمان صحبت کنن، بشینن حرفاشون رو گوش بدن، این همه در خیابون ها ریختن معلم ها، بیان به معلم ها حرفاشون رو گوش بدن، به خواسته هاشون که یک سری خواسته های صنفی که اینا دارن رسیدگی کنن. برعکس همینجور که الان براتون گفتم، با تهدید آقای ارژنگ داوودی رو تهدید به دومین اعدام کردن. خیلی مسخره است، یعنی شما یه بار اعدام، دومین اعدام دیگه مسئله چیه؟ تهدید میکنن اینا رو به این دستگیری و اینا چیز کردن. در یک طرف هم اومدن در واقع معلم ها رو تهدید میکنن و الان فهمیدن که معلم ها با کارگرا، چون در واقع معلم ها و کارگرا هیچ فرقی با هم ندارن، هر دوشون مزبیگیرانی هستن که اون نیروی کارش رو میفروشه، این دانشش و علمش و دانشش رو داره میفروشه، هیچ فرقی ندارن. میبینن اینا دارن با هم اتحاد میکنن. ببینین فردا روز کارگره، پس فردا روز معلم. معلم ها در اتحاد و حمایت از کارگران فردا پیاده روی دارن، دانش آموزان و دانشجویان در حمایت از معلم فردا قراره تو این پیاده روی در تهران شرکت کنن. ببینید اعتراضاتی که هست، رژیم از این اتحاد میترسه، میترسه برای اینکه میدونه اینها اگر با هم یکی بشن میتونن قدم های محکمتری بردارن و پایه های رژیمه که به لرزه در خواهد اومد. معلم و کارگر دو تا قشری تو جامعه که دیگه از اینها محرومتر ما الان نداریم. و واقعا شما فکرشو بکنین، فردا که میخوام اینا رو انقدر تهدید کردن، کلی کار هر سال اینطوری بوده، نزدیک روز کارگر که میشد تمام کارگرها رو دستگیر میکردن، تهدید میکردن تظاهرات نرین، اینجا نرین، اونجا نرین. اینا امسال دو برابر شده، معلم ها رو دستگیر کردن، تهدیدشون میکنن شرکت نکنی در این چیز ندی. بعد خیلی جالب این که شما نگاه کنین، آقای صالحی، محمود صالحی رو در واقع دستگیرش کردن همین چند روز پیش، از ایشون از کانون کارگران و اینا هستن در طرف سقز. یعنی همه رو با تهدید، اتحاد اینها به ضرر رژیمه، برای اینکه میدونن اینا با هم اتحاد کنن رژیم شکننده است و نمیتونه. امیدوارم که این اتحادشون که چندین بارم اعلام کردن، اگر اجازه بدیم من بگم که فردا و پس فردا در کجا جمع میشن. خواهش میکنم بفرمایید، حتما. بله، ببین اطلاعیه کانون صنفی دفعه قبلم خوندم ولی الان دوست دارم دوباره تاکید بشه برای این، چون فرداست مخصوصا باز پخش برنامه ما خب در روز کارگر خواهد بود و روز بعدم که روز معلم هست. حتما بفرم. اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران فراخوان دادن جمعه 11 اردیبهشت روز کارگر ساعت 9 صبح معلمان شهرستان‌های استان تهران و کرج و استان البرز در ضلع شمالی پارک پردیسان تهران پیاده روی صبحگاهی خواهند داشت و دانش آموزان اونام اطلاعیه دادن، گفتن ما در حمایت از معلمان خودمون با یک شاخ گل و با والدینمون به این صبحگاهی میپیوندیم.
شنبه 12 اردیبهشت روز معلمه، از ساعت 10 تا 12 بر سر مزار دکتر خانلی در ابن باویه شهر ری خواهد بود. و 17 پنجشنبه 17 اردیبهشت معلم تمام شهرستان ها در مقابل اداره کل آموزش و پرورش و در تهران 10 صبح جلوی مجلس شورای اسلامی خواهم بود. بله. و همینجور داره حمایت ها میشه. من امیدوارم که یعنی در واقع ما معلمان، کانون معلمان در تبعید از همه میخواین که در حمایت از کارگران و معلمانی که این 3 روز در خیابان ها خواهم بود و اعتراض خودشون و خواسته های خودشون رو عنوان خواهن کرد، همه بیاین حمایت کنیم از اینها و در حمایت با اینا به اینا بپیوندیم. ما در واقع کانون معلمان در تبعید سعی میکنیم صدای این معلمان و کارگران که در ایران هستن باشیم و در واقع در خارج از ایران بتونیم اینو پخش کنیم و همینطور صدا به ایران، اخبار رو بتونیم اینجوری میدونیم الان با این تکنولوژی بسه. جدید با وایبر با چیزی که خیلی کارا میشه انجام داد. خب و همچنین و همچنین ما در واقع میخوایم رادیو تلویزیون های مختلف هر کس که امکانات اینجوری داره بیان و در حمایت از اینها تو این 2 روز در واقع به مسائل کارگرا و معلما بپردازن. و اگر بخواین ما کانون معلمان در تبعید حاضریم با هر کدوم از ما، حالا چه من به عنوان سخنگوی موقت این کانون، چه با دوستان دیگه‌مون، با ما معلمای دیگه، بیاین صحبت. آدرسی نشونی آیا دارید که روی صفحه برای بینندگان ما؟ ما در واقع شماره تلفنی داریم 001-647-951-0618 و ایمیلمون هست معلمان.d@gmail.com. میتونین با ما تماس بگیرین، معلمای مختلفی هستن با ما دارن کار میکنن، ما یا برای ما اخباری بفرستین، خبرهایی بفرستین، حتی از ایران ما میتونیم اینها رو پخش کنیم و سعی داریم صدای معلمان و کارگرانی که در ایران در هستن باشیم. سپاسگزار هستیم. خانم قاسمی گرامی اشاره کردن به آدرس ایمیلی که گفتن، توضیحات دادن، کانون معلمان در تبعید همونطور که اشاره کردن در تلاش هست که حقوق معلمان رو به اصطلاح مطالباتشون رو بازتاب بده در عرصه بین المللی و همچنین بازگردونه اخباری رو که رسانه هایی که با پول همین معلمان، با پول کودکان کارتون خواب، با پول کارگران زندانی، با پول ارژنگ داوودی، رسول بداقی و شاهرخ زمانی و بقیه زندانیان سیاسی و بقیه مردم ایران این رسانه ها بودجهشون تامین میشه، از جمله رادیو و تلویزیون ایران، رادیو و تلویزیون ملی ایران که بعدها با تصرف انقلابی تغییر نام داد و به هر حال صدا و سیما خوانده میشه، اینها بازتاب نمیدن، بازتاب بدن کانون معلمان. سپاسی دوباره از شما دارم و توجه دادن به این نکته که آیت الله خمینی و بقیه روحانیت شیعه که بر دوش کارگران و معلمان و دانشجویان و بقیه اصناف به قدرت رسیدن، اکنون پیش از انقلاب بارها و اکنون شاید بارها به آیات مکرر قرآن در ستایش از مقام علم و عالم و معلم اشاره کردن و روایاتی که از پیامبر اسلام نقل شده و امامان شیعه، از جمله این روایت که من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، اشاره کردن کسی که به من کلمه ای بیاموزه تا ابد منو، نه اینکه عبد بنده به من، یه بنده و غلام، نه، یعنی منو مدیون خودش خواهد ساخت در ستایش از معلم. و از این بهره گرفته شد برای جلب معلمان و ابراز ارادت به معلمان و کشوندن اونها به صفحه انقلاب و از همین طریق به مقاماتی که امروز دارن رسیدن،
پرسش اساسی اینه که چرا به خواستهای معلمان و کارگران رسیدگی نمی کنند، به جای گفتن سخنانی که بیشتر به سخنان بیعمل میمونه، نه بیشتر که قطعا و کامل. سپاسی دوباره از شما و از آقای اوسانلو. بله. این برنامه تفسیر خبر رو من و گروه تفسیر خبر تقدیم میکنیم به معلمان و کارگران ایران در روز جهانی کارگر و روز در پی آن روز معلم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.